اومدید به این قسمت از ویدیوهای ریاکشن پیج من. تو این قسمت من و رامتین و نیما قراره که به میکستیپ جدیدی که از بهزاد لیتو، مافی، ای تو و خشایار اس آر اومده بیرون به اسم زده گلوله ریاکشن نشون بدیم. یه داستان کوتاهی اگه بخوایم در مورد این میکستیپ بگیم، همه چی از کرونا شروع شد و داستان بتلایی که بین دیجی ها توی آمریکا شروع پیدا کرد که به بریتانیا هم سرایت پیدا کرد و حالا میبینیم که به ایران داره میرسه. اوایل لاکداون کرونا تو آمریکا بود که دیجی پریمیر و رضا آهنگساز و رئیس ووتنگ کلن با همدیگه یه لایوی گذاشتن و هیت‌هاشون رو که توی سالیان درست کرده بودن واسه آرتیست‌های متفاوت با همدیگه گذاشتن، مقایسه کردن و به طرفدارا اجازه دادن که تصمیم بگیرن که بهترین پرودوسر بین این دو نفر کدوم یکیه. یه رقابت کاملا دوستانه بود و توی این پروژه هم یه همچین چیزی رو می‌بینیم. دو تا پرودوسر، خشایار اسار و سینامافی، که هر دوشون عضو تیک تاکن، توی این نیمچه بتل در مقابل هم قرار گرفتن. خشایار اسار با لیتو یک تیم رو تشکیل داده و سینامافی با امیرعلی ای توی تیم رو تشکیل داده و این میکستیپ یه حالت دیگه از اون لایوه که آهنگای جدید ظاهرن، مطمئن نیستم جدید یا قدیمیه چون تو این قضیه اومد حضور ذهن توانایی دانش عقل. ندارم عقل و به این میکستیپ رسیدیم، زده گلوله رسیدیم که فکر کنم 8 تا ترک داره، نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 که 5 از امیرعلی ای تو و خشایار اسار، 5 از سینامافی و امیرعلی تو و سینامافی، 5 از خشایار اسار و بهزاد لیتو. امیدوارم خوب بشه، یعنی با نگاه باز داریم میریم سراغ این آلبوم. واسه اینکه حرکت جالبه، حرکت به عنوان از دیدگاه مارکتینگ اگه بخوام بهش نگاه کنیم، حرکت قابل من چیزا دوست دارم کلا، حالت رقابت تو هر رشته یا خیلی دوست دارم تو هر پس زمینه، منظور زمینه رشته. ترک اول میکستیپ اسکیت سینامافی. ساوند بایت تیره، کم کیفیت داریم. آره کم کیفیت خیلی هستن. خب این اسکیت اولش بود، یعنی تاریخچه کوتاهی از نحوه شروع شدن این میکستیپ می‌خواستم بگم. آره. بریم امیلی تو اینترو، یک دو تا اینترو داره، دو تا ای پی در واقع که با هم ترکیب شده به خاطر اینکه زده گوله میکستیپ. آره دو تا تیمن، دو ای پی. آره دو ای پی، دو ای پی، دو ای پی اسمش. بریم که داشته باشیم اینترو یک و اینترو یک از امیلی ای تو. ولی مافی خوب شده تو بیسش رو دوست دارم. خوابیده بخت ما بی خود به قرآن، هر کاری براش کردیم و نمیشد حتی حرف فالیش، دست مالی شدیم تو دست شهر باری، ولی توب ثابتیم سمد مرتاوی داف خوبی به ما گفت اکس کاش بوری، اگه باش بوری هنها یک کل لاش بوری، چشق و حالی نداره مزه کاش بوری، میشد هرچی که راز پیش پاش دوتی اینستو دارم که دادن ام فور دستم و باز باز دارم یه جا چت پست دادم شد داشتم، ولی سخت بود نونستم ما رو فکر نمی کنه ول شب تو جامونم بچه داغونم داشت خط بعدی خورش دست بندی میشه دست من نیمه سخن میگن و دگر حرف سعدی همه خوشم به منه چه تمست ردی هشونزه سالگی چوری خوندم پارشینن و موندم و سه این که پول دراره جیب امیر علی نمیتونه باشه تو سکوت همش بخوام یا نخوام این تو وجودم هست پس نبرین ما رو داد گل لطفا هرچی که بوده فقط داستان گفتم اگه دیمن زیاده واسه بیبندیامه ناب جنس و همه دیدن کی داره اگه چیز زیاده واسه بیبندیامه احساس کنم باید چیز جالبی گفته بشه. من متوجه نشدم. مثل این که شما هم متوجه نشدم. فلوی ایتو رو روی این بیت دوست دارم. من کلا ایتو رو دوست دارم. من فلوی ایتو رو دوست دارم. خوب میخونه. تکستش هم خوبه، باهوش هم هست، ولی صداش اگه یکم فقط صداشو دوست دارم اینجوری بگم دوره همش سالیقه‌ای. آره بعد که کشیدش علاقه چیه دوره خودش خیلی از زمانش جلوتر بود. یه پشه اینجاست وایسا ببینم داش خشی ببین کارشون خوب بودا ولی ما خیلی سرد داریم داداش شاخشونه کشیدن های لیتو اس آر آخر ترک اینو بود.
حالا میریم آهنگ لیتو اینترو دو. این آهنگ هم بیتش خوب بود هم فلوش هم لیکش ولی میکس مسترینگ نداشت. فکر کنم چون تو خونه ضبط کردم اون انتظاری هم نباید داشته باشیم. فکر کنم بخاطر همین تو قالب میکس تیپ دادم بیرون. میکس مسترینگش خیلی ضعیف بود. زننده نبود. چی میگن؟ صدای لیتو آره هم خام بود هم روی بیت قابل درک نبود به راحتی. خام هست. الان یعنی پخته بود از حالت اولش پخته تر. تو هم با صداش حال نمیکنی یعنی اینجوری بغل وارد شدی ولی این اسار آره این اسار و لیتو اسار لیتو میکس اینا رو ندید بیشتر دوست دارم. من از صفر شروع کردم الان جزء 10 تام پر رو نمیخورم من قصه فردا نکن. این میکس داره صدای خواننده روی بیته فهمیدم چی اسار دیگه قدیمی کاره متوجهش این کار است. رپ می نوشتم من رو جزء 10 تام نمیخوام بگیرم مفت بدخام و مشت دستام میکوبم میرم نمیخوام بگیرم مفت بدخام. ببین اصلا لیتو نباید توجه که چی میگه. لیتو باید فلوش خوبه صداش هم خوبه نباید ببینیش سلیقه انتخاب بیتش هم خوبه. آره نه بچه با سلیقه شیک پولدار هم هست قدرت هم داره همه چی هم داره ولی خب با تعریف کنیم فقط ازشون نه بابا تعریف کن ازشون تو این چیزاش خیلی خوبه من ایناش دوست دارم ولی خب اون نیست. من لاتم من شاخم من فلانم ولی یه ترک تو من حال کردم نمیدونم چی بود چی گفت نمیدونم یه کلیپ داشت از زندان میومد بیرون. تو بگو تمام شد دستور بالا من بگم ادامش تو بگو بگو نه بگو نه بگو دیگه خالی نمیشه. آره زندگی کرده با خنده و قلم هر چقدرم بدن فاز منفی باس میزونه حاجیت میمونه باس ترکی باس سلام صاف رفت خورد تو پرشون چی میگم میزنم فقط قرد تو رپشون منم پر رو نمیدازم یه توف رو سرشون مینازن علکی به پر بودنشون بعد خام فاز داره ولی جوجست بدون نزدیک نه یا همون دور دست بمون به من نگو برات سخت نبرد میرسم به قله مثل سخر نبرد. والا بیتش دو هیچ رو میزنه. آره ها تو بیت دو هیچ قبلی رو میزنه. آره ویترین کار اینا خیلی قشنگ‌تره. دقیقاً همون فلاش خوبه همین اصلا ولی توجه نمی‌کنم چی میگه چون خاصی نمیگه. نه یا نزدیک سر تو منو پایین. آره ولی دور دست به اون حال کردم. آره نه کلا تو کارا چی میگن وقتی دارن با یکی بیف میکنن دیس میکنن کیو با یه سری تیکای خفن بندازن کاری که میکنن اینه باید خفن تخریب کنن در آفو دور دست بمون. سابیلیک یعنی چی؟ آره بعد تو این درست تخریب سابیلیک اون بریم تو نکه بعدی نیما جان مثل این که عجله داره سوال مهمتری داره. آره لوپ نه این لوپ خشن سار ساملی دوتا بد بزنم که وامیری پای پیاده تو تورنتو را میری خل لباس میشی اصلا آمیری اینو هم نیستی ساجیلی پای پیاده رو تو خونه تون را میری یعنی چی؟ تورنتو را میری هم بود؟ یه جا دیگه را میری تورنتو هر جا یعنی چی؟ و یه چیزی دیس آجیلی آجیلی و دیسو اینو هنگ نیست دیسه آجیلی نه بزن اقب یه چیز هم داشت میگو حرف گفت میگو دارم چی گفت تورنتو را میری خل لباس میشی اصلا که وا میری پای پیاده تورنتو را میری تورنتو لباس میشی اصلا آمیری آه ماشین نداری زایمان نکنی سر زا میری باز میری ایلوفر پیش بود هنگ نیست دیسه آجیلی خیلی حال کردی با آجیلی آره نه اون که نگیره فلان رو تکرار میکنم توی ویدیو باشه قبلا خیلی حال کرده بود آخه انقدر جذاب نیست حتی بخواید تکرار کنی بس تو جذاب نیست سانسور رو من باید کنم آقا فوش ندید نه فوش ندید با دب دو تبیر فوش ندید ادامه ندید من دشمن همه تپه نه خوش ندارم اصلا روش کردم فقط یه لشکره که واسر پشت سرم خفن کچل خش کچل با ماسک نینجایی توی بیت گفت کچل اینا با تو بود تو لجندری دست و پا دار دادم تا ترکاتی خست شده داشت دیگه برم بگم از کجاش بهم بگو چرا اینطوری شدی سلولیت زده بالا مگه بیت تو میخوری هیچ رو کن آخه مگه بداشید تو میخوری رود بخوام بگیرن که پیست تو میتویی. ببین من چیزایی که میگه رو گوش میدید اصلا به حرفاش خیلی معمولی میگه. آره خیلی معمولی میگه. اینجوریه کاملا. کنی میای اینجا به ما میدی دیستو بخوری تو به دیست نمیخوری تو به دیسکو میخوری با چند نفر دیگه میخوای استوری کنی خشی از سار. به جای کورس از این
چیز ملودی استفاده کرده با حاله. ترک بعدی اوخ یار یار رسید به این اوه تو اینجوری میشه سیستم قد شیمونی داری میدی سرتو تکون بیچی دادا بخی برو رپ تو بخون تیم ما میزنه ساعت کل تو بدون دست تو تفنگ گرفتم سرتو نشون بازی بیچیه بابا باشو برو رپ تو بخون تیکه باید مافی انداز تیکایی که واقعا درستن حقیقتا خیلی بد میشینن آره دست خشه تو که خیاری اعتماد به نفس بالا زدی کوک زیادی هی فاز میای الکی که هشتگ کولی از همون اولش هم تو پشمک بودی دیس من آره همون یه بیت فوشو نمیتونه زیاد بگه ولی پشمکو پشمک میتونه بگه شنید مافی قش کرد زودی کاش لاقل یکم لشتر بودی میدونم میزنن اینو پشت سرم آره دادا بگو بینم تو رو چه به مستند آخه یه روز رپری یه روز عکاس باشی بخوای بیای با ما باید الماس باشی لپ کلوم دادا این کار نیستی با چه جرعتی میای اینجا وامیستی فیلو رو دیدی؟ بعدی امیرعلی ای تو دور من دور این شده الان دور این دور من دور من او دور من بارو دور من نزو دوم من دوم صاب باقه وحشه که انداخته به تن زاخارا رشه پا دور من نباش دور من صاب باقه وحش منظورش چیه؟ نمیدونم ولی فلاشو دوست دارم آره نه داداش به من بگو یعنی چی دوم من دوم سابقه وحشه که انداخته به تن نمیدونم چی نه رشه سوال هم نکنی بزن دوباره گوش کن نه همین بود نه دقیقا همینو گفت راست میگه همینو گفت کلمه به کلمه همینو گفت ولی سابقه وحش کارش اینه که به تن بقیه رشه بندازه مگه یه بار دیگه بزن نشست قبطرش یکم قبطر اوله دوم سابقه وحشه که انداخته به تن زاخارا رشه پا دور من نباش دور من دور میفا سلسی مافی بایی بیتا کجا میره این که خدا میشه بیتا رو فالیه بزا لیتو حالا ای و سین کن دوشکی ترک همو بزا چه کن تو امیل انانشم داری کله میزنی بطل با امیر علی بسته چی زدی با ایرزو حالا چرا حرف نمیزنی بارش فیت داری شدی لس آنجلسی فاز قمار گرفتی تا به دلار برسی فران زیادم ولی فنا دخترم بچم که هست و سلام فوش نرم با چقدر مقانه نه بعدش داره میگه فنا دخترم بچم هستم پس فوش ندم بعدش اینو میگه حد زدی رافیاری رو شنیدی؟ نه شنیدم من حواسم به حقیقت بود که خودی نکر اچاف نشه علکی نریده باشیم به کسی آره حلال حروم سرمون میشه تا به دولار برسی فران زیادم ولی فران دخترم بچم که هست و سلام فوش ندم مافی میزنه مثل قناری ساز منم برا رو میکنم دوتا تلای نام بازم ولی فنات زیاده ولی فنات دخترن آره، که فوش ندم بازم خوب آره. اونقدر بد نیست ولی صفر هم نیست منفیه خلاصش آره. خوب ترک بعدی بچه با حال بهزاد لیتوه بهزاد لیتو بچه با حال چیز کنارم بود گفت راست بگیرش بیت دیسلاوه نمیدونم رو من چرا فاز کل داری مثل سگ شدی دنبال پاچه شلواری بدون تو این بازی که ما کامل فرق داری میذارم ات جلو در نوه شب واسه شهر داری زور میزنی که بشی بچه با حالو برای همینم میای همش لفظ زاخارو آه بچه با حالو با اونه زاخارو بود داشت این استفادهش از زاخار بقیه تنی که این زد بازیه بچه های زد بازی بعد اون که باحالن اصلا نه ای تو وقتی داره لفظ کسایی رو استفاده میکنه که با زد بازیان یعنی اینکه انگار میخواد خودشونو بچسبونه آره دیگه باید استفاده کنه ولی ای تو خیلی از تیک تاک قدیمی تره آره. قدیمی تره ولی آره بابا خیلی قدیمی تره ولی جدید اون اول زد بود. بازی یکم بعدش بود دقیقاً همین رو میگم بود با تو حالا مونده و فعالیت داره تو زمین رپ و یه بیوگرافی راجبش میگیم را میبینی کنسرت عکس ماها رو پدیگه جلو من نگیر تو دست بالا رو نمرش رسمن رد پا امتان فالوئراش تازه شدن قد کامنتان دنیا به گاز تو این اپیدمی تو هم توهم زدی امینمی من اجرا میذارم جلو چند هزار نفر تو هم فقط میخونی واسه چار تا بچه محل
واقعا میکنه این کارو؟ اجرا میذاره واسه چی؟ اجرا میذارم جلو چند هزار نفر یا قراره بذاره؟ الان تو کرونا که نمیذاره. کجا داداش بودی حالا؟ میذاره، من یک کاری پیش اومد تایم شام همه وا دوبینم تکون دادی و ستاپ های تغییری دادی و خب از این به بعد با این سایی نشنیدم تو انگاد نباشی قاطی، آمار رسیده که فقط تو مجازی لاتی، اینجا راجب چکات نمیدن نظرات جالبی، پنزا بذاره رو تاجی اثرات جانبی. تو شدی یه آدم با حال فرضی، زور نزن نمیشی تو زاخار اصلی. بد نبود، تش بد نبود، تش خوب جام کرد، یکم ریت بهش. تا الان لیتو جلوه نه؟ به نظر من لیتو جلوه. به نظر من لیتو آره، لیتو اس آر جلوه. سه هیچ. اصلا برای همین اس آر رو با اون یکی نشدن. مافی A2 با A2 آره. اس آر A2 میترکون اینا. آره بیت های اس آر خیلی خوبه. آره بیت مافی رو باید ببینی که قسمت خوبش کجاشه. ببینید چیکار کنه. ولی از اول حال میده. یه از نکته های اصلی تیک تاک بیت سازی، یعنی چی میگن پرودوسری اس آر بود. آره آره واقعا خیلی نقشش تو. بهزاد لیتو 2.5 میلیون فالوور داره. کامنتاش چقدر که گفت ای تو قد کامنت های نه همه چی چک میشه عزیزم. الکی مثلا بگی و بری. آره ما هم مثلا چیز نکنیم. ما اینجا وظیفه داریم. یه عکس قبلش تو 4 روز پیش گذاشته مثلا. کامنتاش کامنتی نیست. آ نه اومد 7000 تا کامنت. نه خب 7000 تا که 200000 نفر لایکش کردن. حالا ای تو آره حالا مثلا اقماز با قبول میکنی همون. آره همون 49k. خب نه این حق به حق گفت. آره قشنگ آره. کامنتاش 7200 بود این 7750 300 تا بهش میدیم. 300 تا هم بهش میدیم. اینقدر فالوورش کمه که بازم میشینه آره. تیکه بهش. خب تا اینجا سه هیچ بهزاد لیتو. اینا اینترو 1 و اینترو 2 که بهزاد لیتو برد. سبیلیک و خیار باز خیار بهتر بود. دور من و بچه باحال، بچه باحال بهتر بود. این دوتا از امیلی ای تو دوستی بسته، بهزاد لیتو قبر. اول میریم سراغ امیلی ای تو دوستی بسته. آه اینجا دیگه دوستی تمومه، میخوام رو کنم. آره آره رو کن آرو کن ببینیم چی داری. فاتیکو دیگه دوستی بسته. داری سنت هم بالاتره، تجربه هم داری، سابقه هم داری. بهم میگه سایلنت رپ. من سگه هارم، امثال تورم میزنم به پرشالم، خوب همه با من، بچه با حال نیست. امثال تورم میزنم به پرشالم؟ داشتم فکر کنم داریم به پرشالم. مثلا شما پرنده این میکنم به تون پرتون رو اینجوری تنها احتمال شد داره این باشه زیه نمیشه. من یه دوزده کریرم با کسچرم میگم، به زیبا تو نیستم با پشت سریتم. کلت به من نور میبخشه، به زالیت میکنم آجی دوستی بسه. خوب میگم با ما هم با ما هم کلت به ما نور میبخشه. آره اینجاش قشنگ بودایی خوب گفت. بدونی هیچ جور تیمت به این حرفا نمیخوره تا 6 روز دیگه آس رو کنی که من با هفت میبارم. روز هفتم بیا میخوریم. آره یه بار دیگه بار بسه. خوب میگم بدونی هیچ جور تیمت به این حرفا نمیخوره تا 6 روز دیگه آس رو کنی که من با روز هفتم میان میترگونه اینا رو مثلا میبارم. من اجدعا شدم بس که هفته خوردم کلکبا تو در حد زولاس قناری بدخواه منو پاید تو سولاختر. من نفهم چی گفت زولاس؟ زولاس اسم بازیه. آها زولا دارین طولی تل عملین و تو ماچ هواشی بتل واجی بگو تو ماچ هواشی. یعنی چی؟ تو ماچ هواشی. آها تو ماچ هواشی. آره رفیقمون هم آره تعریف کردیم و اول امیرعلی تازه ترک آخر فهمید چه خبره. دسته میگه چلا این سراغ ترک آخر که مسئله این بته تا الان که مطمئنیم ای تو باخته. آره دادی فیت دادی برای چیارش ترا میره همون بسی کم با شمایی زادش خشی ببین میکنم تو چک و چیارش بزی جای برگشت نذاری واسه شف سیکسم ولی حاجیه که ترونم میگه دستمال داری واسه چش گریون لیتو تورنتوه؟
سیکس به تورنتو میگن، واسه این به دریک میگن سیکس گاد. داستانش هم جالب. یه موقعی برم الان نمیدونم یونه تو این بازی میخواد سری بشه مهمونم، ولی نمیدونه حالم الان نست حیفونم، بدون گوش نمیدم هیچ موقع کارای تورم، چهار تا آلبوم عقبی داداش گلم، مقایسه نمی کنم اصلا با مال خودم، ولی نمیرسی اینطوری جاهای بلند، صدا طلایی بس باز رو بیت خشه، همونی که چند ساله داره میده رخشه، مهم نیست پشت سرم چی رو میگه بچه می نوی... این از جی جی به اسپورده میده رخشه. این چسبید میدرخشه شاینینگ، میدرخشه مینز شاینینگ. من میگم میده رخشه، من داشتم میگم رخشه یعنی چی خوده بذار راحت بگیر زندگی رو، میده یعنی چی زندگیش براش تیره ترشه، آه میشناسی منو بیتا رو حفظی، دیستادی کردی پیجا رو هرسی، آه امیرعلی واسه خودش کنده قب، پا دیگه لفظ نیا واسه من کل خر. عجب اولین قافیه رو میگفتن، دومین قافیه رو حدس میذاشتن، مثلا کل مردم ایران حدس بزنن، فکر کنم 99 درصدشون همین قافیه رو خر. چه قافیه ساده ای، پردیکتبل، فارسی کما بیش، فارسی کلی دوست، سو سو کلی ندوست، کنده غرب، کنده غرب، کنده غرب، امیرعلی واسه خودش کنده غرب، بریم واسه اوترو. صاحب زیبایی بود ترکش، قشنگ بود. چیه زیبایی بود؟ صاحب، صاحب زیبایی بود، یعنی زیبا بود. چقدر سخت حرف میزنید. امیلی ای تو اسکیت اوترو زد گوله ها، زد گوله که میدونیم منو اونو که میدونیم بعضی ها فرق تیر نهایی هم نزید کلن بچه یه چیزه مثل مثلا قراره تا همینو بگی بگی بگوشه بابا زشته بگو گوش کنه بگو چی میگه مثلا ورزش میمونه، یعنی رقابتی 100% هست، ولی باید بفهمن، یعنی فکر کنم اولین باره که اتفاق میفته که مثلا بحث رقابته، بحث فوش و فوش کشی اینا نیست. مثلا من دیدم که ما این استوریا رو گذاشتیم بالا، یه سری خوب رفتن پیج امیرعلی، یه سری چیزا گفتن و طرفدار امیرعلی متقابلا باید این کار کردن و بدون اینکه آقا این کار کاملا کار حرفه‌ای و دوست ها داره با شنونده ها صحبت میکنه، مخاطب بس نه سانه یاره درست حرفای چیز رد و بدل میشه، ولی یه حرفای چیز رد و بدل. ببین همون بحث چیزا، همون بحثی که همه ایرانی ها دارن شروع میکنن فوش دادن، تا یه چیزی میشه میرن تو کامنت فوش میدن که ما ناآشنا نیستیم با این اتفاق. همون بحث داره میگه، گوش کنید تو رو خود. بچه ها راستی اگه از ریاکشن خوشتون اومد کامنت بذارید، کامنت های شما خیلی به ما انرژی میده و با حمایت شماست که این کانال پیش میره. پیج فرشاد رو فالو بکنید، لایک بکنید ویدیو رو، پیج اینستاگرام فرشاد رو فالو بکنید، دیگه هر کاری که لازم بکنید دیگه. اگه از ویدیو خوشتون اومد به دوستاتون هم معرفی بکنید. گنگ گنگ یهو بعد اینو میگفتیم، مثلا کسایی که مثلا با هم دیگه تو فیفا با دارن کرکر میکنن، خب یارو که دیگه خوش ناموس نمیدارم ندیدی الان هرچی زدین و برمه این دادا بخون بفرست، ما هم هرچی زدین و اینجا میخونیم میفرستیم، یه میکسیت کنیم، یه میکسیت کنیم میداریمش بارو مجان. اسمش چی بذاریم؟ اسمش چی بذاریم؟ اسمش چی بذاریم؟ زده گله زده چار نه اسمش رو بذاریم تو دز نده دم همه کسایی که بودن تو لایو به ما مسیج دادن محبت کردن، گرم دم بهزاد و خشایم. این صدای ای توه؟ آره بیلایی بیمیره. دم کاد درمانی کشور و همه جای دنیا گرم اینجا جاش آقای روحانی، اینجا جا داره که از آقای روحانی و من همه موفقیت ها مدیون خانواده هم قالی بافتر زریف بافتر زریف چیز مسخره اسم انتخاب کردن و تو لایو اسمش چی بذاریم؟ من میگم زفتر چا، نه 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 به نظر من بذاریم زده گوله خوبه بعد اساسا این شو خیلی زشتیه، من خوشم فیلم بازی کنی احمد بیرووردن مخاطبه، آره زایه بود که شوه محلومه دیگه، اسم آلبوم رو تو دومی حدس تابلوه، خیلی تابلوه. بچه ها این بود ویدیوی ریاکشن ما به زده گلوله، زده گلوله. آها بشور ببر داریم، بشور ببر رو گوش کنیم و قبلش خدافظی کنیم با اتون.
بیت های اس آر بهتر از اینه. آره مشوس نبرد متاسفانه. خوبه ولی اونقدر عجیب نیست. من میتونم درست کنم. آره یه هفته وقت بدون بعد 6 روز کارو تحویل تا 6 روز بعد نمیخوری به ما اثرات جانبی. آه دراب 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 دراب